قبل از که تمرینات تنفسی رو شروع کنیم، احتمالاً خیلی از شما بلدی، ممکنه خیلی هم بلد نباشیم. معمولاً توی خونه هایی که الان دارین لایف تمرین میکنین، حداقل یک نفر هست که در کلاس های یوگا بوده. حالا من خیلی طولش نمیدم، ما یه قوری داریم به نام قوری نتی که البته این مال خیلی قدیمه، یعنی مال این وقتیه که من شاید 30 سال پیش در کانون یوگا هم خودم درس میخوندم، هم درس میدادم، ولی الان مدل های خیلی جدیدش اومده که من همیشه تو کلاس داشتیم، ولی چون بچه ها بردن دیگه من همین یکی رو دارم. یه مقدار آب نمک درست میکنیم و میریزیم، آب نمکی که ولرم باشه. درجه آب نمک هم مثل سرم فیزیولوژی میتونین خودتون یه ذره بچشین شوریشو، یه مقدار حس میکنین ولی نه اونجور که اذیت بکنه. برای شستن، ما از روز اولی که این مشکل اومد، من تو خانواده عزیز یوگا که گروهی هستیم که تمام بچه‌ای هستن که در کلاسن، گفتم حتما قرقره آب نمک و نتی رو انجام بدین، چون یکی از چیزایی که باید مرتب ما انجام بدیم و جلوگیری میکنه واقعا از موندن ویروس در اون قسمت هایی که گفته میشه نباید بمونه. آب نمکی که ولرمه میریزیم این تو و یک طرفش رو میذاریم، یکی از این سوراخ ها رو میذاریم در، نمیدونم فاصله خوب هست یا نه، میذاریم در یه حفره بینی. سرمونو به اندازه که لازمه دوم یه خورده جلو و یه ذره پهلو، دهانمون حتما بازه، یه ذره سر رو کج میکنیم، خودمون کم کم حس میکنیم که آب از یه حفره میره و از حفره دیگه میاد. تقریبا اینو اگه پرش کنیم، نصفی از نصفش با این حفره، نصفش هم با اون حفره، آروم آروم یه خورده سر دلاست و یه ذره سمت راسته. به خاطر تغییرات آناتومیکی که داریم ممکنه یه ذره دقیقا درجه رو من نمیتونم بگم، فقط خودتون حس میکنی که از این ور که اومد این گرما رو حس میکنی که از این ور داره خارج میشه. وقتی که چند بار شستیم حتما یه حوله میگیریم و محکم سرمون رو تکون میدیم که این خالی بشه از این ور به اون ور، که اگه چیزی اینجاها مونده خالی بشه. این شستشوی بینی، قرقره آب نمک هم که خب همه دیگه میدونیم، چیزی نیست که من بخوام بگم، ولی خوبه که ما الان تو این شرایط، اگه که بیرون رفتین، مدت طولانی بیرون هستین، خرید رفتین، بل اجبار باید برین سر کارتون، وقتی برگشتین حتما قبل بعد از اینکه دستو شستین و ضد عفونی های لازم کردین، دومین کارتون شستن و قرقره آب نمک و شستن بینی باشه. خب ما شروع میکنیم تنفس شکمی. خیلی نمیخوام امروز راجع به تنفس ها صحبت بکنم، چون بیشتر میخوایم عملی کار بکنیم، ولی به هر حال یه نکته اساسی رو بگم که تمام این آسانه ها، حرکات بدنی که ما در یوگا میکنیم تا الان کردیم، اونهایی که بودن در این چند روز در کلاس، هدف اصلیش راحت نشستنه و در کنار اون آماده کردن قفسه سینه برای استفاده از بیشترین حجم ریه‌مون. برای همین آسانا در مرحله سومه و پرانایاما در مرحله چهارم. منتها حالا ما اونقدر شاید وقت نداشته باشیم که کلاس هایی داشته باشیم که من فرض کنم که همه شما اونقدر آسانا کردین که حالا به مرحله تنفس برسیم، ولی یک سری چیزهای ساده تنفس رو میگیم. تنفس شکمی یا دیافراگمی تنفسیه که از انتهای ریه ما داریم استفاده میکنیم، چون اشتباهی که ما همه ما در تنفس ها داریم، اصطلاحا بهش میگن شالو بریدینگ، ما با قسمت بالایی، در واقع با قسمت ترقوهیمون یا شانهیمون تنفس میکنیم. تنفس ها کوتاه و سریع. ما در یوگا یاد میگیریم که از سلوب ریه استفاده بکنیم، البته یه سمتش که سمت قلب دولوب داره، یه سمت دیگه سلوب. امروز بیشتر کار میکنیم رو تنفس شکمی یا تنفس دیافراگمی. در تنفس ها قفسه سینه تغییر شکل میده و تغییر حجم میده، ولی حفره شکمی فقط تغییر شکل میده، تغییر حجم نمیده. ما برای اینکه استفاده بکنیم از انتهای ریه، مجبوریم پرده دیافراگم رو فشار بدیم پایین، از فضای شکم استفاده کنیم و ریه رو
بیشترش کنیم. اون قسمت انتهایی ریه که معمولاً باش کار نمی کنیم. کسانی که آسم دارن کسانی هستن که اون کیسه های هوایی دور معمولاً اون عضلات روش کار نمی کنه، یعنی دبلو فیبروزه میشه و بعد به هر حال طرف مشکل تنفسی پیدا می کنه. خب حالا دوتا دستمون رو میذاریم رو شکم، حدود نافمون زیر دستامون، شونه هامون عقبه پایین. اونایی که سختشونه، تازه شروع کردن نشستن سختشونه، میتونن این تمرین رو دراز کشیده انجام بدن. دهانمون هم حتما بسته است، از راه بینی نفس میکشیم. فکر میکنیم شکم مثل بادکنک میاد بیرون میره تو، میاد بیرون میره تو، بیرون اومدن دمه، تو رفتن بازدم. سعی میکنیم قفسه سینه حرکت نکنه. دقت کنیم به خصوص کسانی که تازه شروع کردن این تمریناتو، وقتی به یه نفر میگیم نفس عمیق بگیر قفسه سینه رو میشه شونه ها، نه این غلط. ما در یوگا یاد میگیریم که این غلط. شونه ها پایین، پشت صاف یا دراز کشیدیم، دستا روی شکم حدود ناف. میتونیم چشما رو ببندیم که بهتر بتونیم این حرکت رو و تنفس رو حسش کنیم. شکم میاد بیرون مثل بادکنک میره تو، دم باز دم، دم باز. نمیدونم اگر از پهلو بشینم شاید شما هم بهتر بتونیم ببینیم، ممکنه بتونم بلیستم شما ببینیم، یا به این حالت دوزانو میشینم که شاید بتونیم بهتر ببینیم. البته شما نباید اصلا اینگیری بشینیم، من فقط نشستم برای این که شما بتونیم بهتر ببینیم. ببینید من الان شانه ها و قفسه سینه هم کاری ندارم، پر میکنم خالی میکنم. تنفس شکمی میگیم، ولی با شکم که نفس نمیکشیم. شکمی به خاطر اینکه داریم از دیافراگم استفاده میکنیم. اصلی ترین عضله که تنفسمون هم همین دیافراگم، در واقع با این کارمون دیافراگم هم داریم تقویت میکنیم. پر میکنیم خالی میکنیم. تنفس شکمی یا دیافراگم. انشالله که بتونیم ببینیم. خیلی مهمه که هممون یاد بگیریم تنفس رو. اونایی که سختشونه الان میبینن نشسته سخته، حتما به پشت راز بکشید، چون کلن ما در کلاس هایی که شروع میکنیم تنفس رو حتما اول در حالت خوابیده تمرین میدیم که عضلات ماهیچه ها ریلکس باشن، بتونیم خوب تمرکز کنیم روی این حرکت. چشما همه بسته است. حالا سه شماره دم میگیریم، سه شماره باز دم. یک دو سه دم، یک دو سه باز دم، یک دو سه دم، یک دو سه بازدم. عمیق‌تر کنید. بچه‌هایی که بودن تو کلاس، کسانی که مربیان، کسانی که بلدن، عمیق‌ترش بکنید. تا 10 شماره میتونید دم بگیرید، تا 20 شماره بازدم. بازدم کلن در تنفس مهمتره، چون میخواییم پاک کنیم، سیستم رو پاک کنیم تا برای انرژی جدید جای بیشتری داشته باشیم. در این حال که در بازدم عضلات ماهیچه‌ها ریلکس میشه. یک دو سه چهار پنج، شکم رو پر کنیم. یک دو سه چهار پنج، خالی کنیم.
انجام بدین لطفاً همه. البته اگر همین الان غذا خوردین اومدین نشستین سر کلاس اصلا انجام ندین، چون همونطور که میبینین ما میخواییم شکم خالیه، داریم دیافراگم میدیم پایین. اگه شکمی پر باشه که خب دیگه دل درد میگیره. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 دم آغاز، خب اینو ما یاد گرفتیم حتما انجام بدیم، بسیار مهمه برای سلامتیتون در این شرایط خاص بیماری کرونا. حالا همینو با حالت گربه انجام میدیم، دقیقا همین تنفسی که الان صحبتشو کردیم با حالت گربه میریم چهار دست و پا میشیم. همگی گربه رو بلد هستیم. دست و پا گفتیم دستا زیر کاملا شونه هامونه، زانوهامون زیر باسنمونه، چهار دست و پا همون. اول نفس رو خالی میکنیم، سر رو میدیم تو، باسن رو میدیم تو، خالی خالی میشه، سر میاد بیرون، باسن میاد بیرون، نفس رو میگیریم، چهار ثانیه خالی میکنیم، چهار ثانیه پر میکنیم. دم 1 2 3 4 خالی میکنی، 1 2 3 4 عجله نکنی، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 میمونیم، پشت رو گرد میکنیم، انگشت پا رو میچرخونیم، میریم به سگ سر پایین، زانو ذره ذره میاد بالا، کف پاهامون رو زمینه، سر به سمت زمین، تمرکز کنیم به کشش پشت پاهامون، زانو رو میکشیم بالا، تحمل کنیم، برای همه خوبه، همه هم میتونن انجام بدن. کمر دردیا، زانو دردیا، سر انگار میخواد بیاد رو زمین، زانوها رو بکشین بالا، به پاشنه ها فشار بدین، فکر کنین دارین با پشت پاهاتون نفس میکشین، پاشنه ها رو بلند کنین، وزن رو بیارین کف دست، میارین کف پا، دست و پامون رو به هم نزدیک میکنین، زانوها رو خم میکنیم، دستا رو میکشیم رو پامون، آروم آروم میایم بالا. خب یه خود شونه ها رو حرکت میدیم که خودش تمرینه، باز برای قفسه سینه، بالا عقب پایین، بازدم وقتی شونه ها نزدیک میشه، دم عقب میره، بازدم دم، بازدم دم، بازدم دم، بازدم دم. جهت رو عوض کنین، از عقب دم، جلو بازدم. حتما انشاءالله در طول روز این چند تا تمرین ساده رو دائم انجام میدین، جلوی تلویزیون وقتی بیکار نشستین، حرکت ساده شونه ها، سر و گردنمونم بچرخونیم، عقب پهلو جلو، عقب دم جلو بازدم، قشنگ از عضلات گردن رو حس کنیم، جهت رو عوض کنیم، اگه گردن درد دارین سر رو خیلی عقب نبرین. خیلی خوب میایی وسط، خوبه. تمرین تنفس در حالت ایستاده میتونیم خوب انجام بدیم. خب دستامونو میذاریم جلومون رو هم دیگه، حدود باز همون نافه، همه نفس رو خالی میکنیم، برای این کار لبه دستمون رو فشار میدیم، انگار شکم میره تو، خالی میکنیم، بعد برای دم آروم آروم دستامون باز میشه، میاد بالا، میریم نوک انگشتای پامون
نفس رو گرفتیم. برای خالی کردن آروم آروم دست میاد پایین، میاییم رو کف پامون، دوباره دستمون میاد جلو شکم. 5 ثانیه میریم بالا، 5 ثانیه میاییم پایین. خالی کنیم، خالی خالی. دم، 1 2 3 4 5 رفتیم بالا، برمیگردیم. 1 2 3 4 5 میاییم پایین. چشماتون باز باشه برای اینکه میریم نوک انگشت پا، تعادلتون راحت‌تر حفظ بشه. دهان ولی بسته است از راه بینی نفسا. 1 2 3 4 5 6 برمیگردیم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 خب این دفعه میریم بالا، میمونیم اون بالا. 1 2 داریم نفس عمیق میگیریم، یادمون هست دهان بسته است، از راه بینی داریم نفس میکشیم. میریم اون بالا، چشم بازه، کف دستا مقابل هم، بکشیم بکشیم بدن و نوک انگشتای پایین. حالا آروم آروم میایم پایین، نگاه کنیم پاهاتون از عرض باسن باز بشه، دستامون بالا مونده، میبریم عقب دستا رو، آرنج یه دست رو با دست دیگه میگیریم، نفس عمیقی میگیریم، خم میشیم به راست، به چپ نگاه میکنیم، تمرکز به عضلات بین دندهی سمت چپ. عضلات بین دندهی خارجی و داخلی هم از عضلات مهم تنفسیه، باهاشون دائم داریم کار میکنیم، انعطاف پذیرشون میکنیم که بتونیم بهتر نفس بکشیم. میاییم وسط، نفس عمیق میریم به سمت دیگه، دوباره تمرکز میکنیم، حالا به سمت راست، دنده ها رو باز کردیم، با ریه راست داریم نفس میکشیم، حسش کنیم، انگار داریم تمام اون مویرک ها، اون ماهیچه های نازک روی کیسه های هوایی رو داریم کشش میدیم، خون رسانی میکنیم و اکسیژن رسانی. میاییم وسط، حس کنیم بدن، دستا رو باز میکنیم، میبریم پشتمون قلاب میکنیم، قفسه سینه باز میشه، شونه ها رو میدیم عقب، خم میشیم قفسه سینه باز، سر و گردن رها، میریم پایین، زانوها رو خم نکن، سر و گردن رها. الان بعد از ظهر، بعد از ظهر بدن خیلی انعطاف‌پذیرتر از صبح، بنابراین همه راحت میتونیم بریم پایین قشنگ نفس بکشیم، زانوها رو خم نکنید مگر کمر درد شدید داشته باشید. حالا زانوها رو خم میکنید، قلاب دست رو بذارید تو کمر، با زانوی خم بیاریم بالا، چشمامون بازه و عقب بریم. آروم برگرد، دست ها رو شل کنیم، نفس عمیقی بکشیم. خب دست ها رو میاریم جلو، میبریم بالا، رو زمین رو نگاه میکنیم، میکشیم بدن رو، نگه میداریم کف دست ها مقابل هم، اینجوری بازم انگار داریم تمام دنده ها رو اصلا دور، بریم نوک انگشتای پا رو زمین رو نگاه میکنیم، چشما باز حتما، آروم میایم کف پا، دستا میاد جلو، میریم پایین، سر و گردن شل، دوباره میریم به حرکت شوان، کف دستا رو میذاریم، پاهامونو میبریم عقب، یه متر و 20 دست و پا اصلا فاصله داره، فاصله دست و عرض شونه، فاصله پاها عرض باسن، زانوهامونو میذاریم رو زمین، به حالت کودک چند لحظه استراحت میکنیم، دست ها رو میکشیم جلو، باسن رو میکشیم عقب، پیشونی رو زمین، بالا روی شکم دراز میکشیم، یه بالش با دستمون درست میکنیم، پاها رو از زانو خم میکنیم،
پنجه پاشنه میکنیم، پنجه پاشنه، یه پا پایین یه پا بالا. پاها رو میاریم بالا، با ساق پا قیچی میزنیم، پاها رو میاریم پایین. خب باز برای تنفس چه میکنیم؟ پاهامون هم اینجوری چسبیده است، از این وری میشم که منو ببینید، دستام هم به سمت عقب، پیشونیم رو زمین میذارم، پاهام خوب چسبیده، دستام به سمت عقب، کف دستان رو زمین، نفس رو خالی میکنم. برای دم آروم آروم سر گردن میاد بالا، دم باز، دم آروم آروم بر میگردیم، پیشونی دوباره میاد رو زمین، دم باز، دم میشمرم، 5 ثانیه دم، 5 ثانیه باز، دم 1 2 3 4 5 بازدم، 1 2 3 4 5 دم، 1 2 3 4 5 بازدم، 1 2 3 4 5 دم، 1 2 3 4 5 بمونیم دیگه. حالا تنفس ها طبیعی، حالا دستا رو میبریم پشت، قلاب میکنیم، میکشیم، قفسه سینه باز، انگار میخواییم آسمون رو نگاه کنیم، نفس بکشیم، شونه ها عقبه، سینه جلو، پاها جفت، آروم برمیگردیم، استراحت، یک سمت صورت رو زمین، شانه ها شل، خب دوباره برای اینکه نفسمون باز نفس کار کنیم، همین حرکت رو به حالت اله کلنگ انجام میدیم، دست پامون به سمت عقب میره، پاها کنار همه، سرمون بالا، پاها هم بالا، شونه ها، حالا یه خود اله کلنگ میکنیم با نفس کشیدن، نفس رو بند نمیاریم، آروم آروم بدن رو رها میکنیم، شد میکنیم، ضربان قلبمون تند شده، نفس هامون هم تند شده، برمیگردیم به حالت کودک، دوباره استراحت میکنیم، کمرمون رو گز جز شده، کمر رو ماساژ میدیم، آروم سر رو میاریم بالا، خب میشینیم یا دو زانو یا چهار زانو، هر جوری که راحتیم میشینیم، کف دستا رو میذاریم جلو سینم، بچه هایی که میتونن دو زانو دو زانو بشینن، چهار زانو، اگر نمیتونین پاتون رو جلو دراز کن، دستا میره بالا، حرکت کوه رو انجام میدیم، باز هم از سلسله حرکاتیه که تنفس فوق‌العاده خوبه، بازوامون چسبیده به گوش، آرنجمون کاملا قفل، کف دستا به هم چسبیده، شستمون از تو هم رد میشه، چشم ها رو میبندیم، بدن رو هی بکشیم بالا، همون تنفس شکمی که در شروع کلاس انجام دادیم الان بدون کمک دست انجام میدیم، شکم مثل بادکنک پرشه، بکشیم تو، خالیش پر میشه، دهان بسته است از راه بینی، چشم هارم ببندیم، آرام و عمیق، تو دلتون بگین آرام وقتی نفس وارد شد، عمیق وقتی نفس خارج شد، آرام عمیق، تو دلتون بگین، پر کن، هر بار انگار که دستتون میخواد به سقف برسه، با هر بازدم مثل این که بدنتون فرو میره در دوشک تمرین، مثل یک کوه استوار، پا بر جا، قوی، شاهد، محکم،
چیزی که در این شرایط لازم داری. قوی باشی، محکم باشی، شاهد باشی. آرمارو دست رو باز میکنیم، میبریم پشتمون قلاب میکنیم، حالا دولا میشیم، تاج سر رو میذاریم رو زمین، با سر میاد بالا، دستاه میره بالا. به حالت کودک دوباره استراحت. و میشینیم دو زانو دوباره بر پیچ آماده میشیم. باسن و سمت راست میذاریم. آرده هم بسیار راست. باسن از تمریناتی که فوق العاده برای تنفس. پای چپمون رو ردش میکنیم از رو پای راست. دوتا باسنمون رو زمین. دست ها رو باز میکنیم. بدن رو صاف. میچرخیم به سمت چپ. دست چپ میره پشت. دست به راست میاد از پشت زانو، مچ پا رو میگیره، بدن رو صاف میکنیم، میچرخیم به سمت چپ. از که از روشانه چپ پشت سر رو نگاه میکنیم. تنفس هامون رو پیدا میکنیم، بازدم ها رو. هر کسی برای خودش 15 تا بازدمش رو میشنه. من از پهلو هم میشم، پهلو رو ببینیم. استراحت میکنیم، سر و گردن شل، دستا پایین، نفس عمیق، سمت چپ میشینیم، پای راستمون رد میشه، دستامون باز، میچرخیم به راست، دست چپ رو از پشت پا میگیریم، دست راست میره پشتمون، میچرخیم و پشت سر نگاه. پونزده بازدم خودمونو میشماریم. استراحت میکنیم. خب. زانوها رو بغل میکنیم. چند تا اله کلن میکنیم برای به پشت راست کشیدن. رو زمین یه ذره میغلطیم به راست به چپ. و چند لحظه بدن رها میشه، پاها رها، دستها رها. استراحت کنیم به حالت مثل حالت شاواسانا، بدن کاملا رها است. به نفسهای طبیعیمون توجه کنیم، پاها رو شل کنیم، دستها رو شل کنیم. به هیچ عنوان در یوگا عجله نمی کنیم. استراحت های بین حرکات و آرامش تنفس ها
تمام اون سموم بدن، اسید لاکتیکی که جمع شده داره میشوره و میبره. پاها رو میاریم کنار هم، دست ها قلاب بالا سر، کشش میدیم به بدن، پنجه و پاشنه رو میکشیم، خمیازه میکشیم، نفس عمیق میکشیم. زانوها رو جمع میکنیم تو سینه، دست ها باز، دوتا زانو به سمت بازوی راست، سر میره به چپ، زانوها میره به چپ، سر میاد به راست، زانوها راست، سر به چپ، زانو چپ، سر به راست، برگردیم. کف پاهامون رو زمین میذاریم. باز برای تنفس، تمرینات تنفسی امروز بیشتر. دست هامون کنار بدنمونه رو زمین، کف پاهامون هم رو زمین. دم، شکم میاد بالا، نفس عمیق، شکم رو پر میکنیم. بازدم، کمر که میره رو زمین، سر رو بلند میکنیم، دستا رو رو زانو میذاریم. دم، دستا جدا میشه، باسن جدا میشه، نفس عمیق. بازدم، کمر برمیگرده، دستا برمیگرده رو زانو. دم، باسن بلند میشه، دست میره بالا سر. بازدم، کمر رو زمین، دستا رو زانو. دم. خب دستا بالا بمونه، باسن رو بکشیم بالا، بالا بالا بالا، نفس های عمیق، شکم رو پر و خوابی. حالا کمر رو بذاریم رو زمین، زانو جمع، پاها صاف میره بالا، انگشت های پا رو بگیریم، حرکت پادنگشت گفتیم اگه نمیتونیم پشت زانو وایه یا وایه پارچه میده. کف پاهامون رو زمین میذاریم، پای راست رو میاریم بالا، عمود، پنجه پاشنه میکنیم، پای راست رو میندازیم رو پای چپ، با دست راست دو تا پا میخوابه به راست، سر میره به چپ، پیچ رو تو کمر حس میکنیم، نفس عمیق بکشین، مثل این که داریم با گودی کمر نفس میکشیم. برمیگردیم، کف پاها رو زمین، پای چپ میاد بالا، یه ذره پنجه پاشنه میشه، پای چپ رو میندازیم رو پای راست، با دست چپ هر دو پا رو میخوابونیم به چپ، سر میاد به راست، با کمر داریم نفس میکشیم. زانوها جمع تو سینه، پاها صاف بره بالا، دستا کنار بدن. خب یه حرکتی داریم به نام ویپاریتا کارانی، البته بعضی ها میتونی انجام بدیم، بعضی ها نمیتونی، که برای تنفس هامون خوبه. البته تو جلسات قبل گفتیم که سارواناسانا روی شانه مهمترین حرکته برای تنفس. خب آروم آروم باسن رو بلند میکنیم، دستمونو میگیریم یه جایی که مثل این که وزن باسنمون رو دستامونه، آرنج رو زمینه، ساعد رو زمینه، به پاهامون نگاه میکنیم، شکمو پر و خالی میکنیم، رو شانه نیستیم، پاها از ما دوره، شکمو پر میکنیم، خالی میکنیم، پر میکنیم، خالی میکنیم. حالا آروم آروم میذاریم چند لحظه پاهامون از بالا سر موازی زمین بشه و بعد کمر بر میگرده رو زمین، پاها رو بغل میکنیم، سر رو میاریم بالا، انگشتای پا رو میگیریم میکشیم، زانو دوره، با چند تا اله کلنگ میشیم، پاها رو صاف میاریم جلو، پاها به هم چسبیده، صاف جلومونه. یه چند لحظه دست ها رو روی پاها میذاریم، چشما رو میبندیم،
بدن و پشت صاف. اینو بهش میگن دانداسانا، نشستن، نشستن صحیح. بذاریم تنفسامون عادی بشه. خب اگه دستامون میرسه انگشتای پا رو میگیریم، اگه نمیرسه همون رو پامون، فقط پامون پشتش رو زد. نفس رو خالی کنیم. برای این کار گفتیم شکم رو میکشیم تو، دم دست راست میاد بالا، یه دایره بزرگ میزنه، پشت سر رو نگاه میکنیم، باز دم برمیگرده. دم بعدی دست راست میاد بالا، میره عقب، باز دم برمیگرده. دوباره دم دست راست میاد بالا، باز دم برمیگرده. دست چپ یه نیم دایره بزرگ میزنه، برمیگرده. میشموریم 6 ثانیه دم، 6 ثانیه بازم. الان همه نفس ها رو خالی کنیم. برای دم به دست راست نگاه میکنیم، 1 2 3 4 5 6. باز دم، 1 2 3 4 5 6. دست چپ، 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. راست، 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. چپ، 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. دستا چند لحظه رو زانون، سر رو میدیم به راست و به چپ. خب همین حرکت رو، پاها هم به همین حالت هست، باز هم حرکت بدن همراه تنفس، بهش میگیم قایقران. حتما بچه‌ای که از جمله حرکات ساده است که میتونیم با تنفس انجام بدیم، همه میتونین انجام بدیم. فکر میکنیم یه دونه چوب خیالی دستمونه، این چوب رو میاریم بالا، نفس عمیق میگیریم، میندازیم پشت پامون، از پهلوی پا میاریم، میریم عقب تا نزدیکی که بیافتیم. دم دست که بالاست، باز دم دست که میاد پایین. سرمون دستمون رو دنبال میکنیم. میشم شما من ببینین، احتمالا همتون بلد هستیم. دم بازدم، پاها رو خم نمی کنیم، میریم تا نزدیکی که بخواییم بیفتیم. دم نیم دایره بالا، بازدم وقتی دست میاد روی پام. نفس بکشیم، دهان بسته است، عمیق نفس بکشیم. تمرین رو داریم برعکس نیست که قایق رو داریم عقب عقب میبریم، دست رو میاریم بالا، دم باز دم، 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 خوبه. یه چند لحظه ای سر و گردن شل، دستا روی پامون. خب حالا دوباره چهار زانو یا دو زانو میشینیم، یا اگر اونایی که سختشونه میتونن پاهاشون جلوشون همینجوری کشیده باشه.
دست ها رو نمیذاریم کنار بدنمون رو زمین. دست راست میاد بالا، دم باز، دم برمیگرده پایین. دست چپ میاد بالا، دم باز، دم. میشموریم 5 ثانیه دم، 5 ثانیه باز دم. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 چپ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 خوبه. دستا قلاب میشه جلومون، کشیده میشه جلو، میاد بالا، قلاب میاد پشت سر، قفسه سینه باز، شونه ها عقب، خم میشیم. حالا آرنج راست میاد رو زانوی راست. فکر کنید با داریم با ریه چپ نفس میکشیم، قشنگ نفس بکشیم. میاییم بالا، نفس عمیق، به سمت دیگه میریم. حالا با ریه راست نفس میکشیم، میاییم بالا، نفس عمیق، از کمر میچرخیم به سمت چپ. حالا آرنج راست رو زانوی چپ میذاریم، میاییم بالا، نفس عمیق، به سمت راست میچرخیم، آرنج چپ رو زانوی راست بیار. نفس عمیقی میکشیم چند لحظه، دستا رو پامو. خب میریم به حالت گربه دوباره. حالا کف پای راستمون رو میاریم بین دو دستمون میذاریم، دستا دو طرف، سر بالا، پای عقب کشیده، دوباره جلو یه زاویه 90 درجه پامو، پای عقب کشیده، دم، دست راست میاد بالا، میره عقب، باز، دم، بر میگرده، دم، قفسه سینه باز میشه، باز، دم، بر میگرده، دم، باز، دم، دم، دستمون بمونه، بره پشت، نگاش کنیم، پشت سر رفته، قفسه سینه باز شده، میاریمش جلو، زانوی جلو چند لحظه صاف، سر و گردن رها، دوباره میریم به حالت گربه. کف پای چپ میاد جلومون، انگشت پای راست میچرخه، پای راست کشیده. خب از این وری هم میشم که شما من ببینید، پای چپ جلو. حالا با دست چپ دم، باز، دم، دم، باز، دم، دم، باز، دم، دم، باز، دم. دستمون میره عقب، میمونه اون عقب، نگاش میکنیم اون عقب، برمیگرده، هر دو زانو باز دوباره صاف، سر و گردن. پای عقب هم بیاریم کنار پای جلو، تو کشش پشت میمونیم چند لحظه، زانو صافه، دستامون یا میتونه بره پشت پا. بچه هایی که میخوام پیش رفته تر، لبه بیرونی دست اینجاست، اگه نه همینطوری، یا همینجور پشت پا رو میگیره، یا کف دستا رو زمین میذاریم، سر پایین، باسن بالا،
به تنفسامون توجه میکنیم. زانو رو خم میکنیم، میریم به حرکت اوتکاتاسانا صندلی. زانوها کمی بازه، میتونیم زانوهامون جلوتر از انگشتای پا نیست، وزنمون میاد رو پاشنه پا. قفسه سینه باز، پشت صاف. اینا باز یکی از بهترین تمرینات برای تنفس. چشممون بازه، به عقب میریم، نفس میکشیم راحت. برگردیم، باها کمی باز، با نوک بینی جلوی صورت دایره میزنیم. جهت رو عوض میکنیم. خوب، این وسط چشممون بازه، به یه نقطه زل میزنیم. هر پایی که راحتیم میاریمش بالا، میگیریم میکشیمش بالا. همین پا رو میگیریم، از عقب به خود میکشیمش، رهاش میکنیم، چشمو میبندیم. چشمو باز میکنیم، پای دیگر رو مثل نصف چهار زانو میاریمش بالا. چشما رو میبندیم، چند لحظه به کل بدن توجه میکنیم. نفس عمیق، چشم باز میکنیم، چرخش به راست به چپ، نفس، نگاه به پاشنه پای مخالف. زانو کمی خم میشه، حتما پاشنه پای مخالف رو میبینیم. گفتیم که در طول روز حتما باید کاشیم از جامون، هر کاری میکنیم این چرخش رو اقلا انجام بدیم. دستا رو بزنیم به ریه هامون، به خصوص به قفسه سینمون، انگار که ماساژش بیشتر باز بشه. یه دفعه باید نمیسیم، آروم آروم بذاریم بدن خودش به خودی خود متوقف بشه. وقتی بدن ایستاد، چشما رو میبندیم، توجه میکنیم به حالات بدن. خب، به پشت راز میکشیم، بدن رو رها میکنیم. قبل از به پشت راز کشیدن چند تا اله کلنگ انجام بدیم. آماده یه شاواسانا میشیم. نشینین لطفا، حتما دراز بکشین، چون بعدش دوباره میخواییم بشینیم برای مقدار مراقبه. به پشت راز میکشیم، سر رو میاریم بالا، چهار دست و پا رو میاریم بالا، همه رو میکشیم، پرت میکنیم رو زمین، باسن از زمین میکنیم بالا، پرت میکنیم، قفسه سینه رو میکنیم، رها میکنیم. شونه ها رو میاریم نزدیک گوش، میبریم پایین،
سر و گردن رو به راست و به چپ آروم میچرخونیم. راحت ترین وضعیت رو برای سر و گردنمون پیدا میکنیم. صورتمون یه خود جمع و باز میکنیم. میتونیم جمع کنیم به سمت بینی، بعد باز کنیم، زبون رو در بیاریم، چشما رو باز کنیم و بعد چشما بسته، دهان بسته، آب دهان رو قورت بدیم، صورت رو شل کنیم. به تنفس های طبیعیمون توجه کنیم. نفسی میاد، نفسی میره. آرامش رو از جهان هستی میگیریم، میبریم به تک تک سلول هامون. سلامتی رو، قدرت، توان، آگاهی، نگرانی، ترس، دلشوره، استراب، همه رو با بازدم دور میکنیم. کلن هر چیز بی خودی میاد تو ذهنمون، میذاریمش توی بادکنک خیالی، میفرستیمش. مثل همین حباب های زیبای لایکی که شما میذارید، اینم حباب ها میره 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 در فضا، دور میشه از ما. هیچ چیز بی خودی رو با خودمون حمل نمی کنیم. همینجا و همین لحظه رو حس میکنی. به تک تک انگشتای پا توجه میکنی و به سر تا سر کف پا، پاشنه ها رو زمین. نور آبی و درخشان و تو ذهنمون میاریم، انگار از گودی کف پا نور آبی وارد میشه. این نور آبی گرما داره، سلامتی توشه. در طول ساق پا حرکت میکنه، ساق پا رو از هر دردی نمونده بازی رها میکنه، انگار با خودش سلامتی میبره به تک تک سلول ها، پشت ساقه پا، روی ساقه پا. وارد زانوها میشه. این نور آبی درخشان شفا بخش درد زانو رو میگیره اگه داری. سر تا سر عضلات ران حرکت میکنه، سلامتی رو میده به کل پاها. این نور آبی درخشان سلامتی بخش وارد حفره میشه، حفره های لگنی میشه، باسن و کمر میاد تو شکم، میره تو روده هامون، کبدمون، تهادمون، بزرگدمون، کلیه هامون. سلامتی رو در کل اندام های داخل شکم به تک تک سلول هاش میده. همه ناخالصی ها رو با خودش میگیره. از پرده دیافراگم وارد قفسه سینه میشه. سلامتی رو میبره به عضلات بین دندها و وارد قلب و ریه میشه. این نور آبی و درخشان رو در کلی ریمون حس میکنه. سلامتی رو به ذره ذره کوچکترین کیسه های هوایی، مویرک ها، عضلات روی این کیسه های هوایی میبره. تمام ناخالصی ریه رو با خودش میگیره، وارد قلبمون میشه. کلی نور آبی مثل که از قلب
جریان خون میاد تا نوک انگشتای پا تا فرق سر تا نوک انگشتای دست، همه ناخالصی ها رو با خودش میبره. میره رو شانه ها، میره تو بازون، کف دست، میره تو شست، میره تو انگشت اشاره، انگشت وسطی، انگشت انگشتری تا نوک انگشت کوچک. گرما و انرژی خوشایند و الان تو گودی کف دستام میحس میکنم. انبساط رو تو گردن و گلو حس میکنم. این نور آبی درخشان شفا بخش تمام صورت رو میگیره. گونه ها پلک ها پیشان رو حتی میره داخل سر، تمام منفی ها و استرابا و دشبه ها رو میگیره و از تاج سر انگار خارج میشه، از دود و بخار خارج میشه و احساس سبکی، سلامتی و رهایی میکنه. سبک و سبک احساس اون پرنده های سبک باد، ابرهای سفید زیبا، سبکی و رهایی آبهای جاری، حرکت باد در گندمزار، لحظاتی با این احساس سبکی بی‌وزنی با صلح و آرامش درون خودم رو به پشت رها حس میکنم.
بدن رو بیدار میکنه. انگشتان دست و پا رو حرکت میده، بدن رو حس میکنه. پاهامون رو میاریم کنار هم، دست ها رو قلاب میکنیم بالا سر، یک کشش خوب به بدن میدیم و میچرخیم به یه سمت هر سمتی که راحتیم. سرمون رو بازمون میذاریم، مثل حالت جنین به استراحتمون ادامه میدیم. و با چشمان بسته میشینیم. خب میخواییم کاپالا باهاتی انجام بدیم. اونایی که بلد نیستن انشالله جلسه بعد کاپالا باهاتی رو هم تدریس میکنن و میتونن هم خونه یاشون بهشون یاد بدن. یه نفس میگیریم، خالی میکنیم، یه نفس عمیق دیگه خالی میکنیم، یه نفس دیگه میگیریم و ضربات میزنیم. فقط بازدم انجام میشه، با زیر شکم ضربه میزنیم. آروم آروم چند نفس عمیق میگیریم. بچه‌هایی که میتونن تنفس کامل سه مرحله ای، اونهایی که نمیتونن هر تنفس عمیقی که میتونیم بگیریم و تا جایی که میتونیم تنفس رو حبس میکنیم. اگر نگه داشتیم بازدم. چشم ها رو باز نمی کنیم. خواهیم یک چند دقیقه مدیتیشن مراقبه کنیم. پشت دستا رو زانونه، کفش به سمت بالا، شانه هامون عقب و پایین، سر در امتداد ستون مهره ها. اونایی که نمیتونن پا رو دراز میکنن، نمیتونیم تکیه میدیم، اصلا نمیتونیم رو صندلی میشیم. اگر رو صندلی نشستین حتما کف پاتون رو زمین باشه. بعضی هم دو زانو رو حترن، دو زانو میشینن. دیگه به تنفسهای طبیعی توجه کنیم. اونایی که مبتدی ترن به حرکت ملایم عضلات شکم، اونایی که سختشونه فقط حرکت شکم، اونایی که بیشتر کار کردن به حفره های بینی، آمد و رفت هوا رو با چشمان بسته نظارت میکنیم. خب حالا تصور میکنیم یک طناب فرعی فضای بین دو ابروی ما رو وصل میکنه به بی نهایت.
به فضاها و آسمانها، به تمام منظومه ها، به تمام فضاهایی که میشناسیم و فضاهایی که نمیشناسیم. نفسی وارد میشه، سلامتی و انرژی میاره از راه این تناب فرعی. این تناب فرعی هرچی ناخالصیه از وجود ما میده به اون فضای بی نهایت. با دم شجاعت و قدرت میاد در تک تک سلول ها، با بازدم ترس و ناامیدی دور میشه، در بی نهایت ها گم میشه. از راه این تنام آرامش میاد، میشینه در تک تک سلول ها، استراب و نگرانی از راه این تناب خیالی میره در بی نهایت ها دور میشه. تمام وجودمونو ترک با دم، از راه این تناب سلامتی، میره در قلب و دیه، در تمام قسمت های بدن جای میگیره. بیماری با بازدم دور میشه، میره، ترک میکنه تمام وجود ما، ذهن ما، جسم. راه این تنام آگاهی و دانش وارد میشه، جهل و بیسوادی دور میشه، بادم قناعت و رضایت در کل وجودمون حس میشه. حرص زیاد و توقعات زیاد دور میشه با بازدم. از این تناب خیالی میگیره و میره. رضایت رو در تک تک سلول ها حس میکنه، با قناعت آرامش رو حس میکنه. حالا فکر میکنیم داریم با این فضای بین دو ابرو نفس نفس رو میدیم از راه این تناب به بی نهایت ها. وضع شدن به جهان هستی رو با هر دم حس میکنیم به بی نهایت ها. و دور شدن از محدودیت ها، افکار کهنه، احساس میکنیم قدرت، شجاعت، آرامش، صلح درون و سلامتی تمام وجودمون جاریه. حسش میکنیم
تاج سرتان و کرمشتای پا مثل همون نورهای آبی و درخشان، مثل یک آبشار جاریه. احساس میکنیم انرژی رو که همین لحظه داریم با هم تمرین میکنیم. تمام افراد کره زمین رو سهیم کردیم در این سلامتی، در این آرامش، در این حس خوب زندگی. حالا چند لحظه آخر تمرین توجه فقط میاد در حفره بینی. نفسام چگونه است؟ نفس و ذهن یکی هستن؟ ذهن خالی شده، پاک شده، حضور و حس بودن بدون هیچ گونه هویتی، محدودیتی، نفسی، منمی. عمیقی میکشیم، کف دستامون رو جلومون میذاریم رو زمین، سر رو میندازیم پایین، دستا رو سر میدیم جلو، خم میشیم، آروم آروم برمیگردیم، کف دستا رو جلوی سینه قرار میدیم. شکرگزاری برای این زمان، فضا و تکنولوژی که واقعا تونستیم در این شرایط خاص همه با هم تمرین کنیم و این انرژی رو برای تمام افراد کره زمین، برای سلامتیشون بفرستیم. گرم کنیم، نرمه کف دست که گرم شد روی پلک ها میذاریم. گرما و تاریکی حس خوبی میده به اعصاب بینایی. کف دست رو تمام بدن حرکت میدیم. و آروم چشم‌ها رو باز می‌کنیم.